سخن هفته. لطفاً به چینل ما مشترک شوید. همتانان بسیار گرامی سلام عرض میکنم. نام من نور احمد خالدی است و امشب در خدمت شما هستم. وضع موجود قسمی است که متاسفانه کوچکترین امیدها برای یک افغانستان متمدن و متحد زیر حاکمیت طالبان از بین رفته و در حالت افول است. طالبان نه کدام قانون اساسی را معرفی کردند و نه می کنند و نه به قانون کدام عقیده دارند. به نظر طالبان قرآن مجید و شریعت بر اداره امور دولت و اداره امور جامعه و مملکت کافی است. این برداشت طالبان برداشت بسیار متحجر و منجمد است از دین مبین اسلام که هیچ گونه بر شرایط فعلی جامعه ما و جامعه جهانی در مجموع و کشورهای اسلامی در مجموع قابل انطباق نیست. هیچ کشور اسلامی در دنیا ما وجود ندارد که تنها بر اساس شریعت اداره شود. تمام کشورهای اسلامی قوانین مدنی دارن، قوانین اساسی دارن که امور روزمره زندگی خود را به اساس از او اداره می کنن. برای از این کار بنابراین افغانستان در شرایط قرار گرفته، مردم افغانستان در شرایط قرار گرفته که تمام امیدهای خود را برای آینده از دست می دن. معلوم نیست طالبا با این سیاست ها افغانستان هم مردم افغانستان به کام طرف سوق می دن. ما تالی که میبینیم بزرگترین بازنده در این قسمت تعلیم و تربیه و علم است در افغانستان و بخصوص زنهای افغانستان. طالبا تصمیم گرفتن و پالیسی ها از واقع قسمی است که اختلاط زن و مرد در جامعه قبول ندارن، جدایی زن و مرد شعار میتن، تبلیغ میکنن و عمل میکنن. اخیرا فرمان دادن که در پوهنتون ها دخترها روزای تاک بدن و پسرها روزای جفت بدن یا برعکس. این آغاز کار است، بخصوص این که طالبا از رفتن دخترای سنین مکتب ثانوی و لیسه جلوگیری کردن. ای به این معنی است که امی اجازه دادن به شاگردان محصلین دختر هم موقتی است، بلکه که بعد از 4-5 سال ما هیچ فارغ تحصیل دختری نخواهد داشتیم از مکاتب افغانستان، لیسه های افغانستان که او قادر باشند به تعلیمات عالی بپردازند. بنابراین این خود به خود یک دسیسه است برای از اینکه اناس افغانستان از جامعه تجرید کنند. وقتی که اوناس درس نخونده باشن، تعلیم نکرده باشن، بنابراین او در جامعه سهم گرفتن نمیتونن، در خارج از خانه در هیچ کاری نمیتونن سهم گرفتن، حتی در اموری که اشد ضرورت به تعلیم و تربیه خانم هاست، مانند طبابت، مانند نرس ها، کار در شفاخانه ها، کارهای بسیار اختصاصی که زن ها در او میتونن انجام بدن، معلم ها، برای که معلمین مکاتب ابتدایی را که حتی اجازه میتن ما نخواد داشتیم از طبقه اوناست که برن شاگردای دختر یا دست بتن. بنابراین ای افغانستان ضربه بزرگی است که به افغانستان زده میشن. تا به حال طالبا مثل اینکه در گوشه خود پنبه ماندن یا برشان دستور داده شده که پنبه بانین و به هیچ مشوره گوش نمی کنن، از دنیا تجدید شدن، هیچ کشوری واره به رسمت نشناختن. این که جنگ ختم شده به معنی این نیست که ما به صلح رسیدیم.
طالبا تا حال صلح در افغانستان تطبیق با وجود ناوردن، تنها حملات خود کم کردن، انتحاری های خود کم کردن، از بین بردن، نمی کنن دیگه، خودشون حمله نمی کنن جایی، اما گروه های دیگه در افغانستان هستن که همه روزه جنایت می کنن، ترور می کنن و وحشت در جامعه ما ایجاد می کنن، در غرب کابل اخیراً، در مزار شریف، در بلخ، در جلال آباد این واقعات صورت گرفته که به کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان ما انجام می دن. و ما به یقین که عملا چیزی از دست ما ساخته نیست، اما آن چی ما میتونیم انجام بدیم ایست که ما اندوخته های عمر خوده، تجارب زندگی خوده، تجارب تعلیم و تربیه خوده، تجارب جهاندیدگی خوده در قالب یک اندیشه ملی که برای منافع ملی افغانستان دو متضمن باشه منعکس کنیم و برای جوانان خود، برای کسایی که میتونن اثر پذیر در افغانستان باشن این انتقال بتیم، همراه از با همکاری زوایی کار بکنیم تا ما بتونیم به یک اتحاد نظر در مورد این که چی باید کرد نائل شویم. سوال اساسی است که ما باید چی کنیم، چی باید کرد، ما این وضع موجوده چطور بتونیم اصلاح کنیم؟ آیا ما طالبان را هر کاری که میکنن تایید کنیم؟ یا ایست که ما باید بحث مشاور طالبان عرض وجود کنیم؟ یا ایست که ما کوشش کنیم بدیل برای طالبان پیدا کنیم؟ این سوال هاییست که در ذهن همه خطور میکنن. یه گروه مقاومتی که به حساب مقاومت پنشیر یاد شده نظر به سابقه گذشته که این اشخاص که در اصل از این مقاومت هستند و اهدافی که در نظر دارن قابل قبول برای مردم افغانستان نیست. این مردم در زمانی که در قدرت بودن، در 25 سالی که در قدرت بودن، 26 سالی که در حضور داشتن، در 30 سالی که در یا 40 سالی که در فعالیت سیاسی در افغانستان حضور داشتن، به جز تباهی بر مردم افغانستان دیگه چیزی به ارمغان ناوردن و فساد، غیر از فساد و تباهی کار دیگه را یا به ارمغان به مردم ناوردن، نه به دموکراسی اعتقاد داشتن، نه به حاکمیت دولت اعتقاد داشتن، نه به قانون اساسی احترام داشتن، نه به مبادی قانون اساسی و نه به بنیادهای دموکراسی عقیده داشتن. بنابراین آزمودن و آزمودن خطاست. ما باید در جستجوی یک الترناتیو باشیم، یک بدیل باشیم برای از اینکه ما چگونه میتونیم جامعه خود را به پیش ببریم. برای این کار سوالهای مختلفه، یعنی برای رسیدن به این سوالهای مختلفه در ذهن تمام وطن پرستا، کسایی که عشق وطن به سینهشان است، شعله میزنه، ظهور میکنه و در جستجوی یافتن پاسخ ها به او هستند. ای که ما چگونه میتونیم مؤثر واقع شویم در تغییر اوضاع افغانستان. دولت طالبان به شکلی که یا میگن این دولت، میگن که ما دولت اسلامی آوردیم، اما در طول تاریخ دولتی به نام دولت اسلامی وجود نداشته. اسلام یک شیوه زندگی است. قرآن مجید و احادیث شریف شیوه زندگی را برای مسلمان ها تبلیغ میکنند. این شیوه زندگی را هر فرد مسلمان ای اختیار داره که این را قبول میکنه و مطابق با او عمل میکنه یا نمیکنه. این اجبار در اینجا وجود نداره. اینجا شخص است که تصمیم میگیره که آیا من مطابق با احادیثی که برای ترتیب و تنظیم زندگی در 1400 سال قبل گفته شده بود، حکم داده شده بود، من با مو قسم رفتار میکنم، زندگی امروزی خود عیار میکنم، یا ایس که مطابق به شرایط امروزی با توجه به احکام شریف دین اسلام که ما مسلمان هستیم، به آینده خود، به آخرت خود اعتقاد داریم، سنت های و فرایض دینی خود انجام میتیم، روزه میگیریم، نماز میگیریم، کار خراب نمی کنیم، و اما شیوه رفتار و طرز زندگی امروزی خود مطابق به شرایط امروز انجام میتیم، نه مطابق به احکامی که برای زندگی 1400 سال قبل حکم داده شده بود.
ما بنابراین ما در این مرحله از زندگی خود ما نمیتونیم زیر یک حکومتی که نامش حکومت اسلامی ماندن، اما او در حقیقت در حقیقت امر شیوه حکومت ذهنی یک تعداد مردم است که به جز دی جای دیگه را ندیدن، زندگی شهری را تجربه نکردن، زندگی شهری را نمیشناسن، از ارزش های زندگی شهری با خبر نیستن. مثلا حکم میکنن که ما لباس ما باید اسلامی باشد، در حال که پیرهن‌تنبان افغانی هرگز اسلامی نیست. ما در کجای عربستان در زمان پیغمبر اسلام پیرهن‌تنبان گیبی میپوشیدیم؟ عربا خو پیرن دراز می پوشن، زیر دوم چیزی نمی پوشن. این لباس افغانی ما در کجا اسلامی است؟ اگر من دریشی می کنم یا اگر من لباس افغانی می پوشم، هر یکی از این اسلامی نیست، یعنی مطابق به آنچه در صدر اسلام می پوشیدن کسی مطابقت نداره. بنابراین چی دعواست که ما باید لباس حتما وطنی بپوشم که او را قبول میکنن که اسلامی است، و لباس مثلا اروپایی دریشی که ما کردیم این را میگن که نه این نباید بکنی، یا مثلا کلام پوشیدن یا غیر از اون. این نادانی است، این جهالت است، این نفهمیدن از اساسات دین است. بنابراین ما در اینجا متوجه هستیم یا مردم ما علاقمند ایست که یک دولت مدنی در افغانستان قدرت داشته باشه که جامعه را به اساس قوانین مدنی، بر اساس یک قانون اساسی و دیگه قوانینی که توسط مردم، توسط نمایندهای مردم در یک پارلمان تصویب میشن اداره شه. اقداماتی که باید صورت بگیره چی باید باشه؟ از برای رسیدن به چی باید کرد؟ برای جواب دادن به سوال چی باید کرد؟ اول ما باید یک اندیشه ملی یا تفکر ملی یا منشور ملی متحد کننده را تدوین کنیم، مسوده ایره تهیه کنیم، ایره در خدمت هموطنان خود قرار بدیم، کسایی که فعالین سیاسی هستن، فعالین اجتماعی هستن، متخصصین هستن، دانشمند هستن، در سیاست میفهمن، علاقمند مسائل سیاسی افغانستان هست، چی از جوان تا کهنسال قرار بدیم که و نظر بتن، و ای بعد از این که مورد قبول با در توجه به نظریات همه، این ما باید تدوین کنیم. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.